اولین سوالی که داریم اینه که اصلا یکم توضیح بدید این کتابو برای چی انتخاب کردید، چطور شد ترجمه‌اش زحمتش بگردن شما افتاد؟ والا نمیدونم الان خیلی مدت طولانی گذشته و خیلی یادم نمیاد که اون موقع در چه حال و هوایی بودم، ولی مطمئنم که به عنوان یک کار برجسته بهش نگاه نمیکردم و نه حتی اون نویسنده و متفکری که مؤلف کتاب هست رو به عنوان آدمی که در نظر من خیلی مهم باشه و علاقی مثلا به آموزش داشته باشم. به سادگی میتونم بگم این بود که خب دوره‌ای بود که ایشون در فرانسه و تا حدی هم در عرصه جهانی به شدت داشت مشهور میشد و در ایران هیچ اثری از آثار ایشون نبود و فکر کردم که با توجه به اینکه در همین دوران من فرانسه بودم و با تفکر ایشون هم آشنا بودم، شاید بد نباشه یه اطلاعی به خواننده ایرانی بدم، به دانشجو ایرانی بدم که یک همچین تفکری با یک همچین مختصاتی وجود داره. این انگیزه اصلی برای در واقع ترجمه این کتاب بود و رقبای زیادی هم در کار نبود، یعنی که بگم مثلا فرض کنید که کتاب‌های زیادی رو در پیش چشم داشتم و اینو انتخاب کردم، اینطور نبود. تازه هم اومده بودم، خب خیلی علاقه داشتم که کاری انجام بدم و البته این کار دوم بود، کار اولی که انجام دادم کار تورن بود. تورن رو حالا پرسیدم از بعضی ها، یعنی از اساتید این حوزه پرسیدم که توی کتاب های علمی این حوزه چه کتابی رو شما کتاب قابل اعتنایی میدونید یا میدونند. یکی از اساتید اون کتاب رو من معرفی کرد، کتاب آقای تورن رو، و اون اولین کتابی که من ترجمه کردم. این رو کسی توصیه نکرد یا کسی معرفی نکرد، ولی دست کم اون موقعی که من اونجا بودم آقای بوردیو کسی بود که به شدت مشهور شده بود و در زمان حیاتش به انسیکلوپدیاها و دارتون آرفا راه پیدا کرده بود و میگم حس کردم که بد نیست که اثری از اون به فارسی هم وجود داشته. الان هم نمیگم مهم نمیدونم در اشل در واقع نگاه بیطرفانه، مهم از منظر چارچوب فکری خودم و اون چیزهایی که میتونه برای دنیای علوم انسانی یا دنیای روشنفکری مفید باشه یا مضر باشه از اون منظر. و البته اینم باید بگم که خب من الان اگرچه نظراتم نسبت به 20 سال پیش تغییر نکرده اصول اساسش، ولی از حیث شدت و ضعف یک کمی تغییر کرده، یعنی الان بیشتر از اون موقع نسبت به این تفکرات در واقع موضع منتقدانه دارم. نه قدر مطلقا هنوز هم اقرار میکنم بهش، یعنی ایشون آدم مهمیه و ظاهرن بیشترین رفرنس به یک نویسنده فرانسوی در یک دو دهه گذشته به ایشون داده میشده و تا حدودی هم میتونم بگم برخلاف کسایی مثل بعضی از نویسندگان و متفکران فرانسوی یکی دو دهه قبل از ایشون که شخصیت های توپوری نداشتند، این اونطوری هم نبود، یعنی به نظر انسان مستقیم و عرضان به حضورش ما اخلاقی میمد. من البته کماکان در مورد ایشون هم مثل خیلی دیگه از اونها معتقدم که این تفکر قدرتش و زورش نه در صحتشه نه در کارآمدیش برای حل مشکلات بشر، بلکه در عجیب و غریب بودنشه و اینکه تصویری از دنیا میده که مبارزه توش یه جای خیلی مهمی پیدا میکنه. این عامل اصلیه شهرت فوق‌العاده این افراد هست و خب بنابراین
مبالغی از اون شهرت برای من گویای در واقع چیز مهمی نیست که ترغیب کنه به توجه بیشتر و فلان فلان. حالا اگه بیام در چارچوب تفکر خودم که گفتم حس میکنم این خط فکری، خط فکری چپ، نیو چپ به معنای عام میکردم، حالا راست افراطی رو بذاریم کنار، راست افراطی هم نیازی نداریم که بخوایم مطرحش کنیم چون که اونا خودشون که کارآمدی نداشتن، ولی چپ از اونا هم استفاده داره میکنه. همین آقای بوردیو یک کتاب راجع به هایدگر داره و در توضیح مختصات فکریش هم می‌نویسن، یکی از کسانی که میتونه اثر داشته ایشون هست. بنابراین ما گناهی نمی‌کنیم اگر در واقع مصائب و معاصی راست رادیکال رو هم به چپ رادیکال انتقال بدیم، چون اونان که دارن اون رو زنده میکنن و مطرحش میکنن، خود اونا در واقع جایگاهی نداشتن از حیث اقبال عمومی. من کتابو نخوندم البته، ولی مثلا در بریتانیکا نوشته که یکی از کسایی که روی ذهنیت ایشون تاثیر داشته اون هست، و از اون طرف مثلا ویتگنشتاین هم میتونیم چپ به حساب نمیاد، ولی بالاخره پدر معنوی بسیار از این جریان‌های غیر معتدل و غیر میانه، غیر علمی در واقع روشن فکری و علوم انسانی هست. بنابراین منظورم این بود که بگم که در چارچوب فکری من چون اینها مفید نیستن، یعنی نه حقیقتی رو برملا میکنن و نه دستی میگیرن از زندگی بشر و مصائبش، من گفتم که به هر حال هم اون موقع توی مقدمه نوشتم که من از بابت علاقمندی و اعتقاد اینو ترجمه نمیکنم، هم الان دارم میگم، اگرچه موضوع الانم مقدار شدیدتر اون موقع است، ولی بازم در هر دو حالت اصل این رو که این آدم بزرگیه این رو انکار نمیکنه. ببینید بسیاری از نقدای ایشون به نظر من هم درسته هم جذابه. مشکلی که وجود داره اینه که ریشه یابی که ایشون میکنه من خیلی هاش ممکنه موافق نباشم، و الا مثلا فکر کنید همون ایده اصلی که خیلی هم مشهور شده، این که ذائقه هنری ما بر اساس یه نوع تشبه طبقاتی شکل میگیره. خب این هم ایده درستی تا حد زیادی و هم جالب توجهه. شما به این فکر بکنید نکته سنجی آلمانی درش وجود داره. مشکل کجا شروع میشه؟ مشکل اینجا شروع میشه که حالا بوردیو باز از کسانی که خیلی رادیکالیزه کنه این حرف نیست، ولی بالاخره اصل ماجرا سر جای خودش هست. سخن اینا چنان است که در اون که من میفهمم یا اون که به نظرم میاد اونا انتظار دارن که فهمیده بشه، چون در غیر این صورت با خیلی از موازی دیگه جور در نمیاد، اینه که گویی که آدم ها تا حد زیادی تربیت پذیرن، تا حد زیادی در واقع قابلیت ایمپریشن حالا یا بی نهایت خیلی خیلی زیاد دارند، و این هاست، یعنی این حالا تشبه طبقاتی یا کلن بگید مبارزه طبقاتی حتی، این هاست که تأثیرگذارهای اصلی هست. یا مثلا فقط این کاری که دولت میکنه یا طبقه مرفه از طریق دولت و قانون و چیزی که دیگه ترجیح بند سخنان بوردیو و دیگران که هم فکر ایشون هستن هست که هیچ کدوم از این چیزهایی که در جامعه به عنوان نهادهای مدنی شناخته میشه، حالا مدنی معنای عامش دارم میگم، شامل دولتی هم میشه، مدنی در جامعه در واقع متمدن جدید تو این دو قرن جدید و سه قرن جدید، اینا هیچ کدوم اونی که میگن نیستند. یعنی کارکردشون اون کارکرد اینوسنت و بیگناه و مدعایی نیست، اینا برای منظور دیگه‌ای طراحی شده. من حتی با اینم مخالفتی نمی کنم، یعنی تا حدودی ممکنه اینم وجود داشته باشه، ولی یک چیز هست که اصل ماجراست به نظر من و اینا تقریبا انکار میکنن، و اون این که هیچ کدوم اینام که نبود بشر کم و بیش به همین ساحت ها متمایل بود به دلیل غرایزش.
و به دلیل ساخت طبیعیش و به دلیل ذاتش. من که گاهی میگم که مثلا از تعبیر جامعه سرمایه‌داری درکی ندارم، مثلا میگم این لغت بی معنیه، مگر اینکه در موقع بلاز تاریخی یه مرحله مثل مرحله‌ای که جامعه زمینداری و فئودالی بوده، اینا یه مرحله اونجوری قرارش بدیم که مثلا دیگه زمین عامل اصلی مثلا ثروت و حشمت نیست، همین و یه ابزارهایی وجود داره، ولی این استفاده که الان داشتم مثلا درک ازش ندارم، به خاطر اینکه تمام اوصافی که برای این میگن اوصاف نظام سرمایه‌داری نیست، اوصاف موجودی به نام انسان، از استثمار بگیرید خودخواهی، نمیدونم فرض کنید که منصف نبودن، سعی کردن که تمام منافع رو به سمت خود جلب کردن، این خصوصیت نظام سرمایه‌داری، خصوصیت انسانه و این چیزیه که این دوستان ما سعی می‌کنن نادیدش بگیرن. یعنی وقتی که مثلا راجع به حالا زائقه حرف میزنن، راجع به سلطه مردانه حرف میزنه ایشون، وقتی راجع به رادیو تلویزیون حرف میزنه، نکات خیلی جالب توجهی ممکنه زیر ذره بین بذاره، ولی بحث مشکل آفرین جاییست که اینا میخوان همه اینو یا بخش عمده اینو به برساخته بودن، اونم کمابیش به صورت طراحی آگاهانه از سوی مثلا فرض کنید طبقات برتر فلان فلان. این چیزی که به نظر من در واقع درک و دانش ما رو از این دنیا خیلی خیلی بهش لطمه میزنه. من فکر میکنم که بسیاری از این چیزهایی که ما دنیامون به عنوان مشکلات و مصائب باش روبرو هستیم، ممکنه شما تو یک برآورد، تو یک تبیین پیچیده چند وجهی غیر خطی عناصر متعددی توش ردیابی کنید و شناسایی کنید و حتی شبکه‌های تأثیر و تأثیر پیچیده ای رم توش شناسایی کنید، که اینو خیلی هم جالب توجهه و نشونه نبوغ اون فردی که راجع به اینها حرف میزنه. ولی اگه به اینجا خواستی برسونیش که عامل اصلی، یعنی که ما موجوداتی هستیم خواهشگر، عقلمونم اصالتاً در خدمت راهیابی و ابزارسازی برای این هست و این هم تقریبا ما رو به یک ساحت‌های مشخصی هدایت میکنه که اون چیزای دیگه میتونه یک کمی اون رو در واقع شکلشو کم و زیاد کنه، تغییرات ایجاد کنه، ولی در کلیتش نه. و از قضا چیزی که میخوام بگم اینه که چه بسا اون عواملی که اینا مطرح میکنن، طبقه برتر، دولت، نمیدونم مدیا، آموزش عالی، فلان فلان، اینا اتفاقا در مجموع کارای خوبشون، یعنی اعمال و نفوذهای خوبشون روی این خمیر مایه انسان غریزی بیشتره، اگرچه چیزهای بدم دارن که قابل شناساییه، اثرات بدم دارن. یه نمونه مثال میزنم که تا هم اینو از یه سخنرانی هایشون من خودم شنیدم و ایده شد برای اینکه یه مقاله من بعد بنویسم. نه، سخنرانی از طریق تلویزیون گوش کردم توی فرانسه که بودم، ولی نه پای سخنرانیشون نرفتم. عرضم به حضور شریفتون که تو سخنرانیشون در اومد گفت که من رفتم توی کانال تلویزیون و با سردبیر خبر صحبت کردم و گفتم که چرا از میان خبرهایی که اومده این خبرها رو انتخاب کردید برای پخش کردن و اینا رو کنار گذاشتید. ستویدو بدیهیه. گفتم خب چرا این اخبار که انتخاب کردی اینا رو خبر اول گذاشتی، اینا رو خبر آخر؟ ستویدو، این که بدیهیه. و گفت پوگلوی تو تبه اتویدو، برای این همه چیز این قضایی ها بدیهی. خب یکی از حرفای بوردیو با امثالمون اینه که خیلی از چیزهای بدیهی واقعا بدیهی نیستن، یعنی به یه دلائلی که اون دلائل قابل بررسیه و بعضی خب دلائل خوبی هم نیست اتفاقا، اینها اینطور شده، ولی به سبب عادت ما اینها بدیهی جلوه میکنه. به نظرم حرف کاملا درستیه و به خصوص یکی از مصداقای بارزش همین نمونه است، همین نمونه که خود ایشون میگه، یعنی اینکه ما چی رو خبر تعریف میکنیم و چی رو خبر مهم یا خبر فوری تلقی میکنیم، این به هیچ چیز طبیعی و عادی و فلان فلان نیست. اگه طبیعی و بدیهی باشه بر اساس یه چارچوب های، اون چارچوب چیه؟ مدیایی که دست کم اگه هیچ عیب دیگه نداشته باشه دست کم حرفه‌ایه و حرفه‌ایه یعنی مشتری مدار، یعنی یکی از مختصات حرفه‌ای بودن مشتری مداری، و چون مشتری مداره و آدمام از خبرهای در واقع
هیجان انگیز خوششون میاد، خبر برای اون خبر هیجان انگیزه. و چون خبرهای هیجان انگیز معمولا خبرهای بدند، چرا؟ چون یه ساختمان، یه برج، یه مرتبه ساخته نمیشه، ساختنش تو طول 2-3 ساله که هیچ هیجانی ایجاد نمیکنه، ولی خراب شدنش تو چند دقیقه است و این هیجان ایجاد میکنه. همینطور دو قضایای دیگه. ولی البته ایشون اینو نمیگه، وا ایشون میره به سمت این که در واقع اینو در بیاره که مدیا به عنوان یه پدیده که توی نظام سرمایه‌داری رشد پیدا کرده، به اون و خواستهای اونم باید جواب بده، در واقع داره همون نظام، نمیدونم فرض کنید که طبقاتی رو ریپرودیوس میکنه. اون دنبال اینه که اینو به یه چیز تقریبا یه جور تحلیل توطئه‌ای به یه شکلی، البته حالا نه به اون شکل رسواش، ولی با پیچیدگی‌هایی، نهایتاً که یه عده مقصرن این وسط با نیات فاسد، در حالی که حالا سخن منم ممکنه یه عده مقصر نشون بده با نیات فاسد، ولی اون عده طبقه خاصی نیستن، اونها هم از انسان ها و برای انسان ها، یعنی مدیا برشی از آدم ها و برای عموم آدم ها دارن محصول تولید میکنن. و اگه خلاف و خطای اینجا داره صورت میگیره، این رابطه بین این دو قسم آدمه، نه اینکه یه طرف مثلا اهل ظلم و ستم و استثنا میگه تو اون توده مظلوم، مثلا این نسبت برقرار نیست. نه فقط روانشناسی، ببینید وقتی من میگم که رسانم نه یه تیکه از نظام فلانه، یه تیکه از دنیای انسان هاست که ناگزیر به دنبال موفقیت و کسب درآمد، موفقیت و کسب درآمد. یعنی اگه توی سیستم مثلا فرض کنید که زمینداری هم به وجود میمد، همین دو تا مختصاتو داشت، به دنبال موفقیت یعنی حسن شهرت و درآمد کافی است که حداقل مخارج رو پوشش بده، حالا اگه به بقیه جنبه هاش نرسه. چون اینطوره، این راهی جز این وجود نداره. روانشناسی مالی یکی شما برای فرد دارید برخورد میکنید و در واقع نیات فردیش رو، ولی ما اگه به روانشناسی اجتماعی رسیدیم تقریبا داخل جامعه شناسی هستیم، مگر اینکه بیان بگیم که جامعه شناسی علمیه که هر پدیده اجتماعی رو با یه پدیده اجتماعی دیگه توضیح میده، که به نظرم میاد این تعریف اگرچه خالی از نکته‌ای و بصیرتی نیست، ولی جدی بخوایم بگیریمش، اون وقت به نظرم میاد که رابطه در واقع جامعه رو با فرد قطع میکنه. چون به هر حال یه جایی شما باید مسائل جمعی رو مسائل فردی نسبتش بگیرید، از اون بعد یه مایه های اصلیش رو بالاخره بگیره. در هر صورت صحبت من اینه که نه، صحبت سخن من فروکاستن تام و تمام جامعه شناسی یا تحلیل اجتماعی به روانشناسی نیست، و همون سخنی هم که من گفتم راجع به این که یک نهاد رسانه‌ای در جامعه ناگزیر از این هست، یعنی حتی اگر قبول هم نداشته باشه تا حدودی ناگزیر از این هست که اینطور عمل کنه. ببینید ضرب المثلی توی انگلیسی هست در بین این اهل فن که میگن که bad news is journalism, good news is publicity. ببینید ممکنه واقعا طرف ایدش این باشه، ولی حالا اجالتا این تطبیق میکنه با اون چیزی که من دارم میگم، یعنی حاصلش این میشه که نهاد مدیا کارش میشه اخبار بد رو ترویج کردن، و اگر کسی اخبار خوب مطرح کرد اونو متهم کنن به بنگاه تبلیغاتی بودن. در هر صورت من اینو منظورم از طرحش این بود که نکات جالب توجهی از بردی و آموختم، و خب همه می آموزن حتما، و از خیلی دیگه از کسانی که توی این نهله هستن. منتها مشکل اینجاست که از نظر من اون بصیرت هایی که پیدا میشه رو اونها به یک ریشه هایی متصلش میکنن که حالا یا اونجور میبینن، یا اینکه به سبب مصلحت جویی که باید از توش مبارزه در بیاد و تغییر باید در بیاد اونجور ترجیح میدن تفسیرش بکنن، که نهایتا برمیگرده به اینکه بخشی از انسانها عالما عامدان در کار شیطنت در این دنیا هستن، در حالی که به نظرم میاد این تفسیر خوبی نیست، نه از حقیقتی برخورداره در اون حدی که اونها مطرح میکنن ها، و نه مشکلی رو حل میکنه که اون که نکرده.
سرش بحث جدل کرد. نظر به اینجا انگار چیز بیشتری می‌بینی، چیز به درد بخورتری مثلا در قیاس با بله بله 100%. من گمانم اینه که اکول فرانکفورت در زمان خودش هم متفکران تراز اولی نبودند، حتی در زمان خودش. الان که قطعا اینطور نیست. هیچ کدوم از اونها تا اونجا که من اطلاع دارم و من شنیدم در این طرف اون طرف یه نوشته برجسته و دورانساز نداشتند و علاوه بر این دچار تناقض هم بودند، حداقل بنابر تفسیرهایی که از اونها شده. مثلا نمونه سادهش اینه که شما الان کسانی تو مملکت ما دارید که از یک طرف ایده های آریستوکراتیک بعضی از متفکران فرانکفورت و خصوصا در زمینه هنر و اینها میگیرند، خب بیشتر به این نیت که هنر انبوه بازاری رو از اون حیث که تولید به تعبیر اونها انبوه نظام سرمایه‌داریه اونو بزنن. ولی اینجا یادش میاد که اینا در عین حال طرفدار لایه‌های پایین اجتماع هستن و لایه‌های پایین اجتماع به هر دلیلی مصرف کننده همین تولیدات ادبی هنری هستن و این براشون سخت میشه که از یه طرف بیان دفاع کنن از مردم رد پایین، از یه طرف دفاع کنند از اون تولیدات آریستوکراتیک. وقت میبینید که کسی که مثلا ظاهراً شخصیتی که باید طرفدار و پشتیبان لایه‌های پایین دست جامعه باشه حتی به اونها توهین میکنه که چرا فلان موسیقی رو که موسیقی اعیانی نیست و مثلا فرض کنید که از موسیقی هایی که اعیان و اشراف تولید میکردن و اعیان و اشراف مصرف میکردن از اینها نیست که نشونه علو در واقع مرتبه فرهنگیشون باشه. حالا اگه بیان به کسایی مثل مثلا سارتر و مارکوزه برسیم، اونا فاجعه های بزرگ قرن بیستم. یعنی به نظر من کاش زمان برسه که آدم ها بتونن کمتر از اینا حرف بزنن و آبروی انسانیت یه جوری بیشتر خریده بشه. چون وقتی که سارتر رفت، من روی دونه درشتاش دست میذارم که کسی چونه نتونه بزنه، رفت توی شوروی اومد گفت اونجا همه چی ماهه و بعد 10 سال بعد 20 سال بعد که اون فجایع پیش اومد ازش پرسیدم گفت دروغ گفتم. وقتی که آدورنو میگه که همین جامعه امروز آمریکا فرقی با اون اردوگاه های کار آلمان نازی و روسیه شوروی استالین نمی کنه، اینا چه آورده برای این دنیا ممکن داشته باشن جز فضا دادن به خشم و کینه کورکورانه در واقع لایه های پایین دست جامعه که خیلی وقتا اون چیزی هم که میخواند برخلاف اون تشویق و تبلیغاتی که میکنن لزوما حقشون نیست. چه بسا خیلی وقتا این موضوع حسادته، موضوع خواهشگرانه است، بیشتر میخوام. بنابراین اگر اینها ملاک باشن و با اونها مقایسه بکنیم، به نظر من یکی مثل تورن یا بوردیو خیلی با اونها فرق میکنن. در واقع میشه گفت که بعضیا تفکر چپ رو که مشکلاتی خودش داشت از حیث اندیشه‌ای با رفتارهای به شدت غیر اخلاقی خودشون و با طراحی‌هایی از این تفکر که فضای بیشتر به انواع مبارزه‌های زود و زیاد بده به شدت بی‌اعتبارتر کردند این طرز تفکر رو و قطعا آقای بوردیو یکی از اونها نیست. این نکته که هست اینکه شما خودتون به کدوم اردوگاه نظری بیشتر نزدیک هستید؟ بلا از همین فرانسه آقای ریمون بودون یه متفکر تراز اول بسیار خوشنام، بسیار دقیق و نظر و هرچی از هر گوشهی که نوشته سخنرانی کرده، مقاله بوده یا کتاب بوده یا حتی مدیریت کرده فوق العاده ارزشمنده، فوق العاده. ایشون البته یه جورای جانشین
ریمون آرون هست. آرون هم همینطور. من معتقدم که استراتژیکه، فوق العاده. اندیشه های اون آدم مطالعه کنه میفهمه که چقدر دنیای ما در نیمه قرن بیستم و در دهه های اول نیمه دوم به راه اشتباه رفت و چقدر بعضی ها دلسوزانه سخنانی گفتند و شنیده نشد. از دیگر فرانسوی های معاصر بعد آقای آنری کونت اسپانویل صحبت بکنم که ایشون توی فارسی یک کتاب بیشتر ازشون ترجمه نشده. اون کتاب کتاب بسیار درخشانی است، اگرچه بحث اخلاق رساله کوچک در فضیلت های بزرگ که تو همین آقای کلانتری که اخیراً به شکل خاصی مرحوم شد ایشون ترجمه کرده بود. کتاب البته در اصل فرانسویش از نثر بسیار فخیمی برخورداره، یه جور نثر ادبی مسجع و بسیار زیبا و فاخر. ترجمه فارسی او قطعا نتونسته اون حالت و حالوا رو انتقال بده، ولی خب قابل استفاده است، قابل استفاده است. و من افسوس میخورم که چرا به جای خیلی از کارهایی که اول کردم اون کتاب آقای اسپانویل رو ترجمه نکردم، چون من از پس اون ترجمه ادبی خیلی بهتر و بیشتر برمیمدم. البته محتوای کتابم به نظرم فوق العاده درخشانه، یعنی من به هر کی رسیدم این کتاب رو توصیه کردم، اگرچه خوندنش خیلی آسون نیست، یک کمی حوصله میخواد، چون به هر حال بحث فلسفی هم هست راجع به اخلاق، ولی راجع به خود اخلاق هم حرف زده. این از بحث‌های فلسفه اخلاق نیست که فقط به حسن و قبح پرداخته باشه، به تک تک فضیلت‌های اخلاقی مطرح کرده و به صورت کانکریت راجع به کم و کیفی صحبت کرده. یه مصاحبه هم تو سلسله مصاحبه‌هایی که آقای جهانبگلو با متفکران فرانسوی دارید اونم با ایشون هست که اونم به نظر من جالب توجه. یه نفر دیگه از متفکران معاصر فرانسوی که کمتر شناخته شده است آقای ژان میشل برتلو هست که ایشون متاسفانه در میان سالی وفات کرد و فرصت نشد ولی که کارشو بیشتر بروز بده تواناییاش رو. ولی ایشون هم به همین دانشگاه پاریس 4 پیوست که جایی است که آقای بودون و اینها بودند و در همون چارچوب فعال بود. چیزی از ایشون به فارسی ترجمه نشده ولی تا اونجایی که من میدونم، ولی من در کتاب فضیلت عدم قطعیت رفرنس های زیادی به کتاب های ایشون داشتم و استفاده های زیادی ازشون کردم. به یه شکلی ایشون در واقع استاد راهنمای تز دکترای من هم بود، مثل غیر رسمی در واقع. اینها کسایی هستند که به نظر من در فضای فرانسه امروز قابل اعتنا هستند و جا داره که بیشتر بهشون توجه بشه. یه سوال دیگه هم، دو تا سوال دیگه بپرسیم. خیلی مشهوره که نثر بوریو نثر خیلی پر تکلف و خیلی سهیلیه. در مورد این کتاب چطور شما از فرانسه ترجمه کنید؟ درسته؟ یکم راجع به نثر بوریو صحبت کنید که جملات خیلی طولانی و پر تکلف استفاده. البته این کتاب تا حدودی درصدیش به خاطر اینکه مجموعه سخنرانی هایی بود که ایشون در کشورهای متعدد کرده بود، اگرچه بعدن اینا ویراث شده و باز به قلم ایشون در اومده، ولی ناگزیر باید یه مقدار با زبانی یک کمی ساده تر گفته می شد. از این حیث خب شاید این کتاب درصدی از این حیث امتیاز داشت بر کتابای دیگه. همه این نویسنده هایی که قلمشون سخته ناگزیر، یعنی ناگزیر که نه، ولی احتمال زیاد وقتی که مصاحبه کنند یا سخنرانی کنند شانس بالاتری وجود داره که سخنانشون قابل فهمتر باشه. اما خب البته این خیلی هم اختصاصی به ایشون نداره. مثلا من یادم از آقای تورن هم که چیز میکردم، ترجمه میکردم، گاهی میدم که جمله های 10 سطری در همین کتاب ایشون هست. ولی خب مشکلی که مقدار کار رو برای نوشته های امثال بوردیو سخت‌تر میکنه گاهی علامت گذاری های اونه، یعنی چون که بر بعضی از قیدها تأکید ویژه دارند تعداد زیادی شما قید دارید
و اینها در واقع بیرگول هم حبس شده و اصلا این سرعت خوندن شما رو هم میگیره و شما رو خیلی باید متأمل کنه. و چون معمولا برخلاف خیلی از نوشته های که حالت تبلیغاتی و شورانگیز داره که خیلی سریع شما میتونید روی این جمله ها سر بخورید، در این جور نوشته ها شاید تو یه جمله مثلا به 3-4-5 تا مطلب میخواد توجه همزمان داشته باشه و این یه جور مثل راه رفتن روی تناب میشه که باید مواظب باشه از این ور از اون نیفته، این از این ور از اون نیفته، هی متعدد نیاز داره به اینکه شما شبه جمله بیاری، پرانتز بیاری، نمیدونم فرض کنید که جمله معترضه بیاری، قید فلان بیاری و این یه مقدار خب ماجرا رو پیچیده میکنه. ولی البته من ناگزیرم اون انتقاد مرسوم و معمول رو هم در اینجا مطرح بکنم که خیلی از این نویسنده های این راسته اعتراف بهش کردن. یکی از این نویسنده های تا حدی هم راه و روش ایشون گفته بود که در فرانسه اگه ما ساده بنویسیم کسی اصلا ما رو جدی نمیگیره. و البته من خودم هم با این قضیه برخورد داشتم که خیلی از افراد وقتی یه نوشته رو می‌بینن که سلیس خوشخونه اینها احساس می‌کنن این به قدر کافی به سوادشون اضافه نمی‌کنه. بنابراین این مسئله هم هست، ولی البته من ویدیو رو به هیچ وجه به این قضیه ردیوس نمی‌کنم. گفتم ویدیو آدم چند وجهی بود، بعد به هر حال می‌خواست که دقیق صحبت کنه و دقیق به حداقل معنایی که خودش در نظر داره و در آن واحد هم فرض کنید به شما بگه که ایجنت مثلا یه نقشی داره، هم اون نقشی که معمولا فردگراهای متدولوژیک میگن منظورم نیست، هم ساختار نقشی داره، همون منظوری که ساختارگراهای تیپولوژیک میگن نیست، همه اینا میخواد با هم ترکیب بکنی طبیعتا زبانت این مقدار دشوار میشه. چند تا نکته است که به نظرم من در این انتها اشاره بکنم. یکی این که احتمالاً تنها کسی که از کسانی که آقای جوانبگلو ازشون درخواست کرده بود که مصاحبه باشون داشته باشن و رد کرده بود آقای بوردیو بود. همیشه بر من سوال بوده که علت این چی میتونسته باشه. بخیر آقای جوانبگلو هم آدم مطلعیه، آدمیه که نه یه خبرنگار ساده بوده نه یه حتی آکادمیسیان ساده بوده و معمولا با کسانی که میره صحبت کنه خب آثارشون هم دقیق مطالعه میکنه و حتی خیلی هم از چارچوب‌های فکریشون دور نیست. و این یکی از دغدغه‌های من بوده که چرا این اتفاق افتاده. البته این میتونه دلیل خیلی ساده داشته باشه، ولی ظاهرا تو پاسخی که آقای بوردیو داده بود نمیشد این برداشت بکنی که مثلا طرف ممکنه مریض باشه یا الان حالش رو نداشته باشه یا هر اتفاق از این قبیل. پاسخی که داده به نظر میاد که در دقیقه من یکی از چیزهایی که به ذهنم میتونست خطور کنه اینه که به این آسونی ها من در اختیار مثلا فرض کنید که یک همچین امکان و چیزی قرار نمیگیرم و در طور محسوس کنم که اگر کسی اونچنان که از ایشون برمیاد یادم بشه که میخواد این دنیای ما رو جای بهتری برای زندگی بکنه، فقط لازم نیست که با سندیکاهای کارگری مثلا فرض کنید که رو هم بریزی و دائم مثلا فرض کنید که از اونها پشتیبانی کنی و علیه نئولیبرالیسم مثلا سخنرانی کنی. خب این هم میتونه، یعنی خلق نیکو، خلق نیکو درجاتی از تواضع میتونه در خوب تر کردن این دنیای ما نقش داشته باشه. و چرا باید یه همچین در واقع رفتاری وجود داشته باشه. یه نکته دیگه که میخوام بگم اینه که از چیزایی که در مورد بوردیو جالب توجهه اینه که بوردیو هنگامی که به عرصه اومد، یعنی در دهه‌های 60 و به خصوص 70 و 80، بسیار رو اینکه جامعه شناسی یه علمه با شعار و با مبارزه و با نمیدونم فرض کنید که مقاصد دیگه نمیشه قاطیش کرد، یا دست کم با مقاصد اگر نه با ابزارهای دیگه نمیشه قاطیش کرد. ایشون مکرر به سیانتیفیسیته جامعه شناسی و اینکه این باید مراعات بشه تاکید میکنه. خب همه اینو گفتن که ایشون در دهه 90 که دهه
تقریبا انتهایی عمرش هم چون در 2002 فوت کرد، بیشتر از سلک یک آکادمیسیان به سلک یک انتلکتوئل به قول رایج زبانهای چیز اروپایی، روشنفکر حوزه عمومی تبدیل شد، در این قامت بیشتر ظاهر شد و مصاحبه هایی با مثلا لوموند دیپلماتیک کرد و در یک فضاهایی مثل همین فضای سنیکای کارگری ظهور کرد و خب عکس و فیلم ازش گرفتن و اینها. و در اواخر همین دوران یه جمله گفت که خیلی جمله سنگین و حیرت آوری بود. اون جملهش این بود که La sociologie est un sport de combat، اگه جمله رو دقیق بگم یه همچین چیزی، که معنیش اینه که جامعه شناسی یه ورزشیه که شما رو ورز میده و آنم که برای مبارزه. خب دو تا تفسیر رو این شاید دقل داشت، یکی این که مثل خیلی از دانشمندانی که حتی خیلی از دانشمندان این تو نیستن ها، بعضی شاید اقلیتی از دانشمندان که خب البته جداگونه که نگاهشون اونو خیلی میشن، ولی خیلی بودنشون منافاتی با این که اقلیتی هستن نداره، در اواخر عمرشون احساس میکنن که اون شهرت آکادمیک خیلی رضایت بخش نیست براشون، خیلی محدوده. حالا نه فقط شهرت از منظر خودخواهیش رو بگم، ما شما فکر کنید کار کرد اثرگذاری اصلا مؤثر واقع شدن در جریانات واقعی جامعه راضی نمیشن بهش و فکر میکنن که باید بیان به عرصه عمومی تر، و خب عرصه عمومی تر این جمله رو میخواد، نه تأکید بر علمیت جامعه شناسی. یکی هم که بگیم که تأکید ایشون بر علمیت جامعه شناسی یک در واقع ترفند زیرکانه بود، برای اینکه اول ایشون که کاملا هم در این ترفند ایشون موفق بود، اول در آکادمی و بیرون آکادمی از منظر یه آکادمیسیان ایشون رو کاملا جدی باور کنند و بپذیرن، تا بعد که ایشون در واقع اون بچه روشنفکرانه خودش رو میخواد مطرح کنه، یه موتور نیرومندی، یک بال نیرومندی به نام اون حسن شهرت آکادمیک پشتش باشه و قدرت ترسیخ اون ایده ها رو بیشتر کنه. همین این نکته‌ای بود که دو نکته‌ای بود که می‌خواستم راجع به ایشون بگم. و سومیش هم که یه نوع گله‌مندی از در واقع دانشگاهیان خودمون هست، اینه که من فکر می‌کنم که بوردیو به رغم اهمیتی که واقعاً داره، ولی نوع مواجهه که من باش می‌بینم از جمله بسیاری از دانشجویان دکترایی که من تماس می‌گیرن، مشخصاً به خاطر اینکه مشورتی بکنن راجع به تیزی که در چارچوبه تفکر ایشون میخوان مصاحبه کنن و پیش ببرن، احساس میکنم که بیش از اندازه به صورت یک مود دانشگاهی، یک مود روشنفکری داره در میاد و حس میکنن که با این ابزارهایی که ایشون، ابزارهای مفهومی که ایشون تولید کرده، میتونن یه مقدار بیشتر به آورده های جدید برسن. اینها من اصلا مشکلی با این قضیه ندارم، یعنی ولی فکر میکنم که از یه حد و حدود عبور کرده و به نظر میاد که متفکران دیگه هم هستن از هموطنان همین ایشون، و من ترسم اینه که به رغم تفاوتی که گذاشتم بین ایشون و دیگران، 10 سال دیگه 20 سال دیگه دست کم در این موج طرفداری و حمایت و ترویجی که الانشون وجود داره، ما با یه چهره‌ای ازشون مواجه بشیم که بعداً مثل حالت داره که الان بعضی از گذشتگان فرانسوی برای ما الان دارن که زمانی خیلی اعتبار داشتن. و به نظرم میاد در این قضیه مقدار باید با تأمل و دست به عصا و احتیاط بیشتری کار کرد. چی بوده و پروژه که الان داره روش کار می‌کنه چی؟
من ترجیح میدم راجع به آخرین کتابی که قرار بوده ازم چاپ بشه صحبت کنم و که بیشترم به این در واقع گفتگو نزدیکه، کتابی است که متاسفانه 4-5 سالیه که گرفتار شده و هیچ دلیل خاصی هم نداشته، یعنی آخرم معلوم نشد برام که چی بوده چی نبوده، ولی این کتاب که در حال دست یک ناشر خیلی قدرتمند هم بود و پیشنهاد خود اونها هم بود که کتاب رو بگیرن و منم تصورم بود که به سادگی و به فوریت میتونن کتاب رو در بیارن، منم 4-5 ساله مونده و من اینقدر وعده این کتاب رو به دوستانم دادم که بله که اگه فکر کنم که از اساس من دروغ بهشون گفتم، من خیلی اونها رو در واقع عتاب نمی کنم، به خاطر اینکه بالاخره یه کتاب میگه چقدر وقت توی انتشاراتی میمونه. ولی خب این کتاب کتابیه که به نظرم اگه بیاد اولا جاش خالیه، یعنی تا که من اطلاع دارم کتاب شبیه به این کتاب نداریم و به خصوص برای خیلی از درس ها جمله همه درس هایی که یه نوع تفکر معاصر رو، نظریه های معاصر رو، حالا چه توی سیاست چه توی کلیات علوم انسانی نیاز داره، این کتاب میتونه کمک کار باشه. چون من حدود تقریباً یه 20 نفر از متفکران مهم زنده امروز فضای آنگل ساکسون رو گرفتم و از کتاب های مهمشون فصلی یا از مقاله های مهمشون یکی رو ترجمه کردم و با یه شرحی از احوالات فکری خود اون نویسنده و فکر کنم برای جامعه ما که به شدت دچار اوریب هست نسبت به ترجمه آثار متفکران خارجی، این کتاب میتونه یه به اندازه یه اپسیلون، مثل یه در واقع باد بالی پروانه که به اون کفه بسیار بسیار سبک ترازو میخوره و با جلب توجهی به این سمت یه مقدار در یه کاستن از این بیتعادلی کمک بکنه. اسم کتاب رو گذاشتم لیبرالیسم محافظه کار و البته زیر نویسه یا زیر تیترش هم هست گزیده نوشته های مهم متفکران معاصر آنگل ساکسون و امیدوارم که این کتاب در بیاد و اگر در بیاد به گمانم که برای بسیاری از کسان که اهل مطالعه و اهل کارهای فکری هستن میتونه مفید واقع بشه. الان مشغول چه پروژه هست؟ مشغول چه پروژه؟ والا من اتفاقا داشتم امروز فکر میکردم که من تو این 6-7 ماه گذشته چه کارهایی انجام دادم، هرچی فکر کردم دیدم هیچ کاری انجام ندادم و هی فکر کنم یه چیزی گم کردم. مثل بعضی وقتا که احساس می‌کنم که پولاتون کمتر از اون مقداری که انتظار دارید، هی میشمرید هی میگردید، واقعا نشستم یه 10 دقیقه روی فکر کردم بودم که چیزی از قلم انداختم، بعد که خوب فکر کردم دیدم نه تقریبا هیچ کاری تو این 6 ماه گذشته نکردم و بعد یادم اومد که خب شب عید امسال نشستم فکر کردم که من در سال‌های گذشته چه کارهایی کردم و بعد به این نتیجه رسیدم که خیلی از این کارا میگم ما نمی کردیم اتفاقی تو این دنیا نمی افتاد و مثلا 10 تا کتابم با 15 تا کتاب، 20 تا مقالهم با 30 تا مقاله خیلی فرقی نمی کنه. بنابراین خیلی جوش نزنیم که تعداد بیشتری از کار رو تولید بکنیم. حالا شاید هم یه چیز فصلی باشه، شاید هم چیزی باشه که آدم باید اگه احساس کرد نگه به دیگران، نمیدونم، ولی در صورتی همچین احساسی داشتم که یه مقدار از نواخت این تولیدات کم بکنم. ولی در هر صورت خب یکی دو تا کارم داشتم که آقای دکتر در جریان هست که اونها هم به نتیجه نرسیده، یعنی کار انجام شده ولی خب منتشر نشده. نمیتونم بگم اگه منتشر میشد خیلی فرق میذاشت، ولی شاید یک کمی فرق میذاشت، نمیدونم. در هر صورت نه، مدتیه که خیلی فعال نیستم، دارم میرم میگردم گاهی چیزهایی که در قدیم نوشتم، حالا به هر کیفیتی اینها رو میدیم دست دوستان ناشر که خالی از عریضه نباشه. بسیار ممنون.